سلام میکنم خدمت همه دوستان عزیز. خب میدونیم که چند روز دیگه امیر علی اکبری بازی داره با کانگ جی وون از کشور کره جنوبی، یک فایتری که 4 برد داشته بدون باخت در مقابل امیر علی اکبری که 10 برد با 1 باخت که به مرکو کروکو بوده که در همین کانال اون مبارزه رو دیدیم. حالا کانگ جی وون کیه؟ بریم یه مشاهده ای داشته باشیم از چند تا از بازیاش و مبارزاتش رو ببینیم. براتون خیلی خلاصه گذاشتم، ولی یکی از مبارزاتش با یه حریف ایرانی بوده. 25 سالشه، 4 برد داره بدون باخت، 4 هم ناکاوت کرده. اینجا یکی از مبارزاتش بود با مهدی برقی. یه خصوصیت عجیبی که این فایتر داره، همونطور که مشاهده میکنید خیلی ریلکس فایت میکنه. اول مسابقات بیشتر کتک میخوره. همین الان هم دیدین یه دونه سینگل لگ تیک داون مهدی برقی تونست بکنتش و به راحتی حریف رو آورد داخل خاک. اینجا میبینید که کاملا هم کنترل داره بر وون. اما اتفاقی که میفته چیه برای وون؟ حالا جلوتر هم براتون میگم. این وون میتونه نفسش رو ریکاور بکنه، برعکسی که به قیافه بدنش حتی نمیاد. میبینید اینجا کاملا گراوند اند پاوند داره بهش میزنه مهدی برقی و کاملا هم مسلط بوده بر این مبارزه. میاد تو سایت پوزیشن، ضربات پیاپی محکم، الوای خیلی خوبم میزنه بهش. یعنی کاملا شما وقتی که این مبارزه رو میدیدی میگفتی که این مبارزه باید تموم بشه به نفع مهدی برقی. حالا من بخوام یکم بازیرم براتون گزارش بهتر بکنم، این مبارزه رو ببینید. تو ماونت پوزیشن میاد مهدی برقی، کنترل کامل داره بهش، ضربات عالی رو میزنه. واقعا هر کسی که فایت دیده باشه وقتی این مبارزه رو ببینه میگه تمومه، ولی یه ترانزیشن میکنه. ببینید مهدی برقی رو میاره، پوزیشنش رو تغییر میده و میاره توی ایستاده. مهدی برقی دوباره میره سینگل لگ تیک داون بکنه که میفهمه اینجا و کانگ ضربات پای پی رو بهش وارد میکنه، ولی ریلکس معمولا هم فرانکیک میزنه با پای چپ. یعنی قطعا باید ببینید تو فایتاش فرانکیک با پای چپ رو زیاد میزنه. میبینید خیلی این کارو انجام میده، خیلی. یعنی تو آنالیزش راحت میشه این رو آنالیز کرد که این فرد میزنه. دوباره میره که سینگل لگ تیک داون بکنه ولی موفق نمیشه به خاطر اینکه خونده دستشو. اینجا دوباره میاد که بلند بکنه، اینجا میتونه موفق میشه. یادم تابون، بله میتابونه و حریف رو میاره توی خاک. دوباره یک شانس دوباره خدا داد به مهدی برقی، گفت الان اومدی توی این پوزیشن میتونی ازش استفاده بکنی. خب اینجا گیوتین چاک نمیتونست بکنه، میبینی گیوتین رو گرفته به خاطر اینکه پای حریف بیرونه، بعد پاشو بتونه قلاب بکنه. باز پوزیشن خیلی خوبی میاد برای مهدی برقی عزیز که میتونست اینجا خیلی استفاده بکنه ازش. و واقعا من نمیدونم چه مبارزه، چه اتفاقی افتاد براش. حالا میریم این جلوتر، باز تو ماونت پوزیشن میاد، باز کاملا دامینیت، کاملا مسلط بر حریف، ضربات پیاپی رو داره به حریف میزنه. من خودم واقعا فکر نمیکردم که این مبارزه رو مهدی برقی با همین یه چرخشی که انجام شد تو اینجا، این یه چرخش باعث شد که وونگ بیاد رو و دیگه تسلط بازی رو بگیره دستش. 1:20 مونده به راند 1 تموم بشه. اگر این راندم تموم میشد مطمئن باشین که مهدی برقی رو اعلام میکردن برنده. ولی چه اتفاقی افتاد؟ ضربات رو ببینید، پیاپی داره آرنج میزنه، مشت میزنه، نفس مهدی برقی اینجا تموم شده. اینجا نفس نداره و نفسش بسیار کمه. توی پوزیشنی هستش که 2 توی این پوزیشن بوده خود مهدی برقی و حتی تو منف پوزیشن اومده بود. اینجا وون کاملا مسلطه. با اینکه مهدی برقی میخواد اونو بگیره که نتونه پوزیشنش رو عوض کنه، ولی اون میاد تو ماونت پوزیشن. ببینید ضربات پیاپی رو میزنه به مهدی برقی و من همینجا منتظر باشیم بازیای بعدی رو ببینید چه اتفاقی میفته. وون کاملا مسلط، آرنجای پیاپی ببینید داره میزنه به صورت مهدی برقی عزیز در مسابقات وان چمپیونشیپ که همینجا باید امیر علی اکبری بازی کنه تو بک پوزیشن. ببینید راحت ضرباتی رو داره میزنه و کاری نمیتونه بکنه مهدی برقی. داور اینجا باید چی کار بکنه؟ باید ببینه میتونه کاری کنه حریف یا نه. میبینه نه، ضربات داره پیاپی میخوره. با دقت داور داره نگاه میکنه، خونم رو زمین میبینید ریخته، تمام میکنه بازی رو. بازی تمام میشه و مهدی برقی رو میبره. پرقدرت هم برد. اینجا ببینید صحنه ها رو، با اینکه مهدی برقی خیلی کولاکی شروع کرد، یه ضربه محکمی رو زد، سینگل لگ تیک داونش هم کرد، 2-3 اومد توی این پوزیشن های برتر و ضربات پیاپی رو زد، اما کانگ جی وون برنده این مبارزه شد. نکته جالبش اینه کانگ جی وون تو هر 4 مبارزش، تو هر 4 مبارزه‌ای که انجام داده، همیشه اول ضربات پیاپی خورده
اول همیشه فکر میکردیم داره میبازه، ببینید پیاپی داشته ضربه میخورده، اما برگردونده بازی رو همینجور که مشاهده میکنید تو بک پوزیشن ضربات پیاپی رو زد و داور مبارزه رو تمام کرد. بریم مبارزات دیگرش رو هم ببینیم، ببینیم این کانگجیون با چه کسایی بازی کرده، فایترها کیا بودن. خب اینجا رو که میبینی که مهدی برقی هم ناراحت هستش و دست کانگجیون رو به عنوان برنده بالا میبرن، اما مبارزات دیگرش با چه اشخاصی بوده اینجا میبینید. با یک فردی بود به نام، اگر اشتباه نکنم از کشور خودش بود، نه حالا فایترهای زیاد معروفی نبودن، کیم میونگ هو، که مهدی برقی میتونست ببرتش. خیلی واقعا ناراحتیم از این موضوع. مبارزه بعدیش هم میبینیم باز یکی از فایترها از کره جنوبی است که در مسابقات AFC در سازمان داره برگزار میشه. اینجا هم ببینید باز دوباره همون اول مبارزه چند تا ضربه پیاپی داره از حریفش میخوره و کاملا ببینیم که دامینیت حریفش، ولی این یک خاصیتی داره این فایتر، ببین باز دوباره ضربات پیاپی داره میخوره، چپ و راست داره هوک میخوره، ولی ریلکس داره کار میکنه. حریفش هم حریف قدری نیست، باز دوباره بهتون میگم حریفی که باش مسابقه داده تا الان حریفای قدری نبوده، ولی این 4 بولت بدون باخت عجیبه. اینجا های کیک میاد بزنه، باز دوباره حریفش زدش، ببینید هیچ کاری نکرده، همش داره کتک میخوره اول مبارزه. اما چی میشه که این بازیکن بازیاشو برمیگردونه؟ با هم مشاهده میکنید. حریفش یه فرانت کیک میزنه، میاد جلو یه ضربه به صورت حریف میزنه، کنترل میکنه، ببین حریفش میگه بزن، خیلی جالبه میگه بزن، تق میزنه اینجا، تق حریفش افتاد پایین. یعنی حریفش دقیقا کاری که اندرسون سیلوا میکرد، وایساد گفت بزن به گارد پایین، اینم زد تموم شد مبارزه. حتی اومد این بار داور بازی رو تموم نکرده بود، رفت دوباره زد که داور بازی رو تموم بکنه. ما داریم آنالیز بازی رو میگیم براتون دوستان، نگاه کنید حریفو چجوری برد. یه پانچ زد، اینجا گفت بزن، زد، حریفش رفت عقب ناک‌اوت شد. یعنی اصلا همچین چیزی تو مبارزات داریم، خنده داره. دوباره ببینید وایساده یه دونه میزنه، حریفش میگه بزن، ببین سرش اینجوری جوری میکنه بزن، همین اونم زد رفت اون بر ناک‌اوت شد. اینم دومین بردش، یعنی بردشی که نگاه میکنید همچین برد قوی نبوده، همچنان میگیم مهدی برقی بهترین حریفش بوده. بریم ببینیم مبارزه تابونه برمیگردونه، ضربات پیاپی داره بهش میزنه، حتی وای میسته داور ببینه چی میگه. حریفش هم اینجوری، کدوم فایتری این شکلی وای میسته وقتی که داره ضربه میخوره؟ میچرخه بخواد یه ترانزیشنی کنه، کارای انجام بده، ولی تو ثانیه اول که نفس داره اما هیچی، فقط داره ضربه میخوره و اینجا هم باعث میشه که این مبارزه رو ببره. برای همین این ببینیم ضربات پیاپی که دارن.